سلام. اسب و فیل و قلعه و اون همه سرباز سپاهیان شاه شطرنجن که ازش محافظت میکنن و واسش میجنگن. حسابشو بکنین که جنگ تموم شه و سپاهیانش برن تو کار اقتصادی، مثلا اسبه بره تو کار ترانزیت یا قلعه بره تو کار هتل داری. حالا داستان ولایت فقیه که سپاه پاسدارانش که از جنگ ضد میهنی تغذیه میکرد جفت با که چه عرض کنم، مثل یه هزار پا رفته تو کار اقتصادی. حالا بیزنسشون چی باشه خوبه؟ جاده سازی؟ سد سازی؟ نه، اینا که واسه سپاه پول تو جیبی هم نیست. واردات و صادرات؟ خب این اسم شیک و ترتمیزشه. معطلتون نکنم، بیزنسشون قاچاقه. قاچاق، هر مدل قاچاقی باشه توش دست دارم، اما یه مدلش هست که خیلی درآمد داره، قاچاقی که همه میدونن و سر زبون هست، اما سندش هم چند وقت پیش از ویکی‌لیکس سر در آورد. العربیه در این باره نوشت: فرماندهان سپاه بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان هستند. تلگرامی محرمانه از سفارت آمریکا در باکو توسط ویکی‌لیکس منتشر شده که میگوید محمول‌های هروئین از ایران به آذربایجان تنها در 3 ماه اول سال 2009 به 59000 کیلو رسیده. البته باید در نظر داشته باشین که 59000 کیلو هروئین اونم به آذربایجان که همسایه است واسه سپاه پاسداران قاچاق زیادی محسوب نمیشه. یه رقم دم دستیه، چون سپاه پاسداران در ابعاد بین المللی کار میکنه. البته اینو ما نمیگیم، اینو ناتو گفته. سپاه پاسداران خریدار بزرگ تریاک افغانستان است و با بهره‌گیری از دو شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی را نصیب خود می‌سازد. به این منظور دو لابراتوار مجهز تولید هروئین در داخل ایران در شهرهای گناباد و گنبد کاووس راه اندازی شد و لابراتوار سوم نیز در آذرشهر ایران گشایش یافت. سود قاچاق مواد مخدر سپاه در سال 2010 بر اساس میزان موادی که قاچاق کرده 4.5 میلیارد دلار است. ملاحظه فرمودین؟ یه عدد و رقمایی هلوهوش 4.5 میلیارد دلار. خب اسکله داشته باشه، کشتی داشته باشه، فرودگاه داشته باشه، هواپیما داشته باشه، اون وقت قاچاق نکنه؟ این میشه. بالاخره اونا هم خرج دارن دیگه. از جیبای گشادشون که بگذریم، سوریه و لبنان و یمن و مزدورای نیروی قدس تو این بر اون بر دنیا هم هستن دیگه. آش مواد مخدر تو نظام اونقدر شده که حتی روزنامه حکومتی رسالت توی مقاله به نام تریاک کیلو چند پیشنهاد میده که برای تامین کمبود بودجه خودشون مواد مخدر بفروشن. ملاحظه بفرمایید. صدها منبع جدید درآمدی وجود دارد که در صورت تدبیر دولت در توجه به آن میتواند هر یک بخشی از کمبود عواید حاصل از نفت خام فروشی را جبران و منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور را آنچنان تجهیز کند. هر ماه بیش از 60 تن مواد مخدر در کشور کشف می شود. این تناژ مواد مخدر در کشور چه می شود؟ پاسخ روشن است. هم می سوزانند و هم می فروشند. پرسش این است، وقتی قابل فروش است چرا می سوزانید؟ بله، این روزنامه حکومتی میگه آقا شما که دارین دولوپی می خورین، اقلا بودجه رو هم تامین کنین. اما خب کارگزارای رژیم خرجای دیگه‌ای دارن که باید با پول قاچاق مواد مخدر تامینش کنن، از جمله خرجای انتخاباتی که رحمانی فضلی وزیر کشور آخوندا بهش اعتراف کرد و سر و صدای زیادی رو هم بلند کرد. من عرض کردم وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه‌های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیفه، به دنبال حفظ خودشه. Yeah.
آها، پس خرج و مخارج آقاها و آقازاده های نظام اینطوری در میاد. داستان پولای کثیف و رو شدن دست کارگزاری رژیم تو این قضايا حاصل جنگ و دعوای باندی بر سر قدرت و واسه نظام خیلی گرون تمام شد. حالا به نظرتون این سردار پاسداری قاچاقچی چقدر مواد ریختن تو بازار؟ بذارین یه جوری دیگه بپرسم، چند دقیقه ای میشه مواد جور کرد؟ بعد یه آمار دیگه هستش که درباره امکان و سرعت دسترسی به مواد مخدر میگن تقریبا تا 5 دقیقه مونده. اینو قبول داری؟ این یک شاخص بسیار مهمه. قبول داریم که دسترسی به مواد در کشور ما راحت هست. بله، اینم ارمغان حاکمیت آخوندی برای مردم ایران. تهیه مواد مخدر از ایستادن تو صف نونوایی و خرید 2 تا نون کمتر طول میکشه. حالا خوبه ببینیم که حاصل این فراوانی مواد مخدر چیه. درباره سن اعتیاد آمارهای مختلفی گفته شده، از جمله این که پایین اومدن سن اعتیاد تا سن 8 سالگی. اینو قبول داریم؟ سن اعتیاد در کشور ما در سنوات گذشته یک مقدار کاهش پیدا کرده. گزارشی از افراد زیر 17 سال هم داریم، اما اینقدر تعدادش بالا نیست که ما یک آمار کشوری ارائه بدیم و بگیم سن اعتیاد به زیر 8 سال رسیده است. تمامی اینها در حالی اتفاق میفته که رژیم ولایت فقیه به طور مستمر انسانهایی رو تحت عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام میکنه یا به زندانها میفرسته و با این کارش میخواد نشون بده که در حال مبارزه با مواد مخدره. اما آیا واقعا اقدامی در رابطه با مبارزه با مواد مخدر صورت میگیره یا نه؟ پشت پرده چه خبره؟ معمولا توی تشکلایی که چند دستگاه با هم مرتبط میشن ستاد تشکیل میشه. مثلا اینجا 24 دستگاه در تصدی دارن توی این حوزه. این اتفاق میفته، یعنی همه به نوعی کار و گردن یکدیگر میندازن. چرا رسانه نیومده؟ رسانه میگه چرا اون نیومده؟ و عملا با این آمار مواجه میشیم که 44 درصد زندانیان ما زندانی مواد مخدرن. بله دوستان، سپاه پاسداران نظام ولایت مثل عقرب جراری به جون جامعه ایران افتاده و هر روز که میگذره سم بیشتری رو به این جامعه جوان تزریق میکنه، چون که اونها ترجیح میدن جوان ایرانی به جای اینکه حق و حقوق خودش رو فریاد کنه به مواد مخدر مشغول باشه. و اما راه حل، به نظرتون راه حل چیه؟ پاسخ ما اینه: مادامی که سایه شوم حاکمیت آخوندی بر کشور ماست، این ظلم و جنایت ادامه خواهد داشت. پس باید دست به کار شد و تیشه به ریشه زد. تا یه شطرنجی دیگه، خدا نگهدار.